دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدیم توی این جلسه میخوایم با همدیگه یادی بکنیم از بازی که زمان بچگی ما میشد من نمیدونم الان شمایی که دارید این ویدئو رو گوش میدید این بازی رو اصلا کردید به گوشتون شنید خورده یا نه یه بازی به نام بازی گردو شکستم بازی گردو شکستم اینجوری بود که فرض کنید من و شما داریم با همدیگه بازی میکنیم این منم و اینم شمایی بعد اینجوری بودش که من و شما هر کدوم وقتی که نوبتمون میشد یه قدم به سمت هم دیگه حرکت میکردیم مثلا اگر نوبت من بود من یه قدم حرکت میکردم میومدم اینجا و بعد که نوبت شما میشد شما یه قدم حرکت میکردید و میومدید به سمت من بعد کسی برنده میشد توی این بازی که زودتر از اون یکی بتونه پاشو بذاره روی پای حریفش خب فرض اینه که قدم های ما برامد حالا من میخوام یه بازی گردو شکستم و یه ذره تغییرش بدم یه بازی گردو شکستم مخصوص خودمون بچه ها بسازیم من این اینجوریه بچه ها اصل بازی هم یادم رفت بگم وقتی ما به سمت هم حرکت میکردیم مثلا من میگفتم گردو یه قدم که ور میداشتم شما که ور میداشتید یه قدم میگفتید شکستم خب حالا من بازی که میخوام تغییر بدم میخوام به این صورت درش بیارم که بچه ها من باز دوباره سمت چپ وایستادم شما هم سمت راست وایستادید ولی این دفعه یه هدفی به نام گردو این وسط هست که ما هر کدوم هر بار یه قدم به سمتش برمیده وقتی که نوبت شد و کسی برنده میشه و کسی برنده میشه که زودتر به این گردو برسه ببینید مثلا بازی رو چند مرحلهش رو شبیه سازی مثلا بار اول که نوبت من میشه من یه قدم ور به سمت گردو بار بعدی شما یه قدم ور میده وقتی که نوبتتون میشه و همینجوری یه قدم یه قدم حرکت میکنیم و باز فرضمون اینه که این طول قدم های من و شما با هم برابر خب بچه‌ها ها پس حالا من یه سوال بپرسم توی این بازی من اینجا سوال ها می نمیسم. آیا مهمه من کدوم سمت گردو هستم آیا من سمت چپ یا راست باشم سمت چپ باشم یا راست باشم روی برنده شدن من اثر میذاره؟ بگم جواب شما نه ولی شما میگید که تو این بازی ولی مهمه که من چند قدم از گردو دور باشم درسته؟ هرچقدر تعداد قدمایی که من از گردو دور هستم بیشتر باشه یعنی ببخشید اینجوری بگم اگر تعداد قدم هایی که من از گردو دور هستم از تعداد قدم هایی که شما از گردو دور هستید بیشتر باشه شما برنده میشید مثلا فرض کنید اینجا طول قدم ها برابره من اینجا قدم ها رو میکشم می کشم تقریبا شما تو این قدم میرسید و از قدم خودم هم میکشم من تلاش کردم هم. من باید یک دو سه چهار پنج شیش قدم بردارم شما باید یک دو سه چهار من اینجوری بکشم بهتر یک دو سه چهار پنج شیش و هفت قدم بردارید در واقع من تو قدم شیشم هم میرسم اگه اینجا نشون بدم اینجا و شما تو قدم هفتمتون میرسید پس من برنده میشم حالا فرض کنید من و شما روی محور اعداد وایستادیم و این بازی رو میکنیم و این جای گردومونم مبدمونه اینجا مبدمون یعنی عدد صفر خب حالا فرض کنید من اینجا وایسادم شما اینجا یادتونه که در محور اعداد سمت راست مبدا اعداد مثبت و سمت چپ اعداد منفی بودم خب ببینید رو محور اعدادم واحدها رو من میکشم من شو... یعنی شما رو عدد یک دو سه چهار پنج شیش بایست دادید مثبت شیش و از این وقت من روی منفی هفت بایست دادم خب حالا سوال اینه که توی این بازی چه کسی برند است اینجا شیماه اینجا شمایید خب چه کسی برند است بچه؟ گفتید مهمه که تو این بازی چند قدم از گردو دور باشیم اینجا هم قدم همون شده واحدای محور اعدادمون من یه قدم، دو قدم، سه قدم، چهار قدم، پنج قدم، شیش قدم، هفت قدم دورم و شما یک قدم، دو قدم، سه قدم، چهار قدم، پنج قدم، شش قدم دورید شما شش قدم و من هفت قدم. پس چون هفت از شش بزرگتره شما برنده میشید اما بچه ها ما اینجا چیکار کار میکنیم؟ حالا بذارید یه دور دیگه این بازی رو من میکنم بدون اینکه که محور عداد داشته باشم میگم که من یعنی شیما روی نقطه منفی, منفی سه وایساده شما روی نقطه پنج وایسادی خب کدوم برنده این بازی گردو شکستمی شما نگاه میکنید میگید که مثبت پنج و مثبت شد میگید این منفی که به من اطلاعاتی نمیده چون گفتیم مهمی نیست منفی به من میگه که من کدوم سمت ورامبد محور اعداد هستم و در حالی که این اطلاعات برای این بازی برای ما مهم نیست مهم نیست که ما کدوم سمت گردو یا کدوم سمت محور اعداد باشیم پس این منفی را ازش صرف نظر میکنید میگید که این منفی سه فقط به من میگه من سه واحد از مبدا دورم و از طرفی وقتی که اینجا مثبت پنج داریم دوباره مثبت به من میگه من سمت راست محورم که باز تو این بازی اطلاعات مهمی به ما نمیده ولی عدد پنج به اون مهمه برامون مهمه میگه پنج واحد از مبدا دوره این شما پنج واحد از مبدا دورید من سه واحد دور بودم شما پنج واحد خب تو این سری تو این نوبت بازی من برندم یعنی شیما برنده است چون شیما تعداد قدم های کمتری فاصله داره از محور مبدع اعداد ببخشید مبدع محور اعداد چه جا جایی عجیبی من انجام دادم بچه کاری که ما اینجا میکنیم کاری که به دست میاریم وقتی که ما توی هر نقطه محور اعداد هستیم فاصلمون مستقل از اینکه در کدوم سمت محور اعداد هستیم چقدر از مبدع مستقل از اینکه در کدوم سمت مبدا هستیم چقدر از مبدا این کار در واقع محاسبه قدر مطلقه قدر مطلقی که شما حساب میکنید برابر با فاصله بذار بگم قدر مطلق عدد قدر مطلق عدد برابر با فاصله عدد از مبدا مختص یا از نقطه صفر ببینید بچه ها یه بار دیگه مرور میکنیم وقتی ما داشتیم بازی رو میکردیم گفتیم که علامت عدد برامون مهم نیست مهم نیست عدد منفیه یا عدد مثبته مهم اینه که چند قدم چند واحد از اون عدد دوریم و ما اون واحد اون تعداد واحد رو حساب کردیم اینجا منفی سه گفتیم سه واحد از مبدع دوریم این سه واحد میشه مبدع میشه ببخشید قدر مطلق حالا من یه جور دیگه هم میتونم اینجا بنویسم بچه ها. یه پرانتز باز میکنم میگم که علامت قدر مطلق بچه ها اینجوریه میگم تو این بازی من قدر مطلق منفی سه رو حساب کردم که شد سه اینجا هم یه پرانتز دیگه باز بکنم اینجا هم من قدر مطلق پنج رو حساب کردم که شد پنج و با توجه به اینکه قدر مطلق کدوم عدد کوچکتر بود ما برنده رو تعیین کردیم خب بچه این آشنایی خیلی ابتدایی از قدر مطلق بود توی جلسات بعد بررسی قدر مطلق رو ادامه میدیم مرسی که تو این جلسه این بازی رو با من کردید فعلا خدافز